این که من دارم میگم شاید الانم به نظر شما خیلی ساده باشه و باید بگید که شاید تو دلتون بگید خیلی طرف باید کودن باشه که ندیده و قرارداد ننوشته بخواد پول واریز کنه ولی این اتفاقیه که متاسفانه میفته خیلی از افراد هستن که همین طوری پولو میدن چون خسته شدن از اینکه دنبال خونه گشتن طرف میبینی دو سال داره دنبال خونه میگرده یک سال داره دنبال خونه میگرده و همه یه جورایی بهش گفتن نه سلام دوستان عزیز به کانال آلمای نیوز خوش اومدید امروز خیلی کوتاه میخوام در مورد کسانی که دنبال خونه هستن یه سری نکاتی رو بگم که گرفتار کلاهبرداران نشن خیلی شاید فکر کنن توی آلمان خب همه چی بر اساس قانون پیش میره و کسی سر همدیگه دیگه کلا نمیذاره و همه چی ممکنه که روال عادی شو طی بکنه ولی اینطور نیست در مورد خونه اکثرا خودتون میدونید به صورت آنلاین دنبال خونه هستن از شرکت‌های مختلف یا سریا توی بی هستن که دنبال خونه می‌گردن و خب کلاهبرداران کارشون رو بلدن یه موردی رو توی یه وبسایتی خوندم در موردش صحبت کرده بود این بود که شما دنبال خونه میگردید نه تنها شما خیلی از افرادی هستن که توی آلمان دارن زندگی میکنن و به دنبال خونه مورد نظرشون میگردن کلاوردار از این قضیه استفاده میکنن چطور این کار رو انجام میدن خیلی کوتاه بهتون بگم وقتتون رو نگیرم اینه که یه خوب ایمیلتون رو باز میکنید میبینید یک نفر نوشته که خب شما به خونه فلان علاقه دارید من تازه ایمیل شما رو پیدا کردم و خب خیلی وقتی هست که من چون گرفتار کار دیگه ای بودم نتونستم بهتون جواب بدم و خیلی عادی و نرمال این پیغامو میذاره و میگه اگر که هنوز مایل هستید که این خونه رو بگیرید حتما به ایمیل من پیام بدید تا با همدیگه صحبت بکنیم اکثر افرادی هم که دنبال خونه هستن خب خیلی خوشحال از اینکه بالاخره یه نفر جواب ما رو داد و قراره که خونه رو بگیریم شما پیغام میذارید و میگید که بله من فلان خونه رو میخوام البته اون شخص با عکس و تمام مشخصات برای شما میفرسته ببینید شما وقتی که دنبال خونه هستید 100 درصد یه دونه خونه رو نمیرید ثبت نام بکنید یهو میبینید 10 تا 15 تا 20 تا خونه رو ثبت نام میکنید تا اینکه یکیشون به شما جواب بده از این رو شما متوجه نمیشید که اون شخصی که به شما پیغام داده که شما دنبال خونه بودید و یک عکسی رو که حالا از همین سایت ها میتونه برداره و به شما نشون بده شما متوجه نمیشید که آیا واقعا ای خونه رو پیدا کردید یا نه حتی اگر متوجهم بشید میگید خب ممکنه یه خونه دیگه ای رو داره به من معرفی میکنه و خب چقد خوب که میریم حالا ببینیم به چه صورت ایمیل رو بهش میدید و بله من موافقم که خونه رو ببینم و اینکه قول و قرار میذارید شخص این اتفاق میفته که شخص بعد از دوباره سه چهار روز پیغام میذاره که بله به علت مشغله کاری مثلا من در چک هستم من در ایرلند هستم من در رومانی هستم در اسپانیا هستم و به همین دلیل نیستم توی آلمان که بخوام خونه رو به شما نشون بدم ولی ما میتونیم به صورت آنلاین قرارداد رو براتون میفرستم و شما هم میتونید برید خونه رو ببینید و همه چی میگم روال خیلی نرمالش رو داره طی میکنه و شما هم خوشحال که خب اوکی چه بهتر کارای اداری و دفتری و اینکه بیایم ببینیم و اینا هم نداریم خیلی هم عالیه تا اینجا تمام روال عادی که باید طی بشه داره طی میشه شما هم خیلی خوشحال هستید از اینکه خب داریم خونه رو میگیریم پیشنهاداتی که بعدا به شما داده میشه اینه که خب کرایه یک ماه زودتر بریز تا من بتونم بدونم که شما صد درصد این خونه رو میخواید قرار کاریمو در اسپانیا در رومانی در نمیدونم هر کشور دیگه یه چند روزی عقب بندازم و بیام و کارا رو انجام بدیم یا اینکه پول پیش خونه رو باید بدی که من بدونم صد درصد تو این خونه رو میخوای تا بیایم و کارا رو انجام بدیم این که من دارم میگم شاید الانم به نظر شما خیلی ساده باشه و باید بگید که شاید تو دلتون بگید خیلی طرف باید کودن باشه که ندیده و قرارداد ننوشته بخواد پول واریز کنه ولی این اتفاقیه که متاسفانه میفته خیلی از افراد هستن که همین طوری پولو میدن چون خسته شدن از اینکه دنبال خونه گشتن طرف میبینید دو سال داره دنبال خونه میگرده یک سال داره دنبال خونه میگرده و همه یه جورایی بهش گفتن نه اینو میگه خب بذار این داره اوکی میشه حداقل اینو انجام بدیم پس خیلی مراقب باشید این یکی از راههایی هست که میگم توی یک وبسایتی بود من خوندم که خیلی دارن از طریق همین عکسای خیلی خوشگلی از خونه میذارن آدرس های مختلفی رو هم حتی میذارن و از هر شهر فقط شما یک نفر نیستید ایمیل رو ممکنه به ده ها نفر بدن و کافی دو سه نفرشون قبول بکنن و پول رو واریز بکنن و بعد هم پولشون میپره میشه پیگیری کرد ولی خب خودتون میدونید کسایی که خارج از آلمان هستن بیشتر این کار رو انجام میدن و خب تا بیان پیدا بکنن شما یک تصادف کوچیکی میکنید یک سال باید دنبال کارهای اداریش باشید تا تازه مشخص بشه که آیا شما مقصرید اون طرف مقابل مقصره و خودتون میدونید که خیلی دوندگی داره این یکی از مواردی بود که گفتم بهتون بگم خیلی ساده ولی اینقدر قشنگ و ماهرانه این کار رو انجام میدن که شما حتی باورتون نمیشه که کلا سرتون رفته برای شما می اتفاق افتاده یا نه حالا نه تنها برای خونه آیا برای موبایل برای اینترنت برای انرژی خونه حالا برق باشه گاز باشه آیا اتفاقات اینجوری براتون افتاده اگر افتاده حتما برامون بنویسید بقیه دوستانم ممکنه از صحبت شما از نوشته شما تجربه‌ای رو کسب بکنن و خب این اتفاق براشون دوباره رخ نده. در نهایت باید بگم که تا قبل از اینکه شما قراردادی رو امضا بکنید، تا با اون شخص که صاحب خونه است یا اون شرکت صحبت نکردید، نه به صورت آنلاین و به صورت مجازی. حتما باید اونجا برید، حتما باید قرارداد رو ببینید، اون مطالبی که داخل قرارداد نوشته شده رو حتما باید بخونید. قراردادتون چند وقته است هزینه ها به چه شکل هست و بعد از اون هست که شما میتونید اون قرارداد رو امضا بکنید دوباره تکرار میکنم خیلی خیلی مسائل ساده وجود داره که با یک لبخند و با صحبت های خیلی خوشگل و قشنگ سرتون به راحتی کلاه میذارن این اتفاق برای خیلی از دوستانی هم که دور اطراف ما بودن به, ت... به طریق دیگه ای افتاده و اینو گفتم لازم دونستم که بهتون بگم مراقب باشید اینجا هم کلاهبرداری همه چی وجود داره و مواظب باشید خدا نگهدارتون